خداوند پیامبرش را به عنوان بهترین الگو برای ما معرفی فرمودند. یعنی که ما نیاز داریم به رسول الله که اونو الگوی خودمون، اسوه خودمون قرار بدیم، به او اقتدا کنیم. ببینیم که چه کار کرده. معمولا ما انسان‌ها برای خودمون یک الگوهایی داریم، انتخاب میکنیم بر اساس دیدی که داریم، معیاری که داریم، یک میزان خودمون قرار دادیم و بر اساس این معیار و این میزان خب چیزی و کسی را به عنوان الگوی خودمون قرار میدیم. یکی میاد هنرپیشه‌ای الگوش میشه، یه بازیکنی فوتبالی براش الگو میشه، یه هنرمندی، یه خطاطی، یک نویسنده، یک فیلسوفی، یک خطیبی، یک روانشناسی، یک جامعه شناسی، هر چی هست، بالاخره یکی را به عنوان هر کس. انسان ها چون میل ها و طبیعت های طبائع مختلفی دارن، بر این اساس هم خب گرایش هایی که دارند مختلف هست. پس هر کی میاد یکی را به عنوان الگوی خودش قرار میده. الان انسان در انتخاب این الگو خیلی وقتا دچار اشتباه میشه. اشتباه از کجا میاد؟ اشتباه یک اینه که معیارهایی که خودش ساخته قرار داده یک معیارهای درستی نیست. معیارهایی است که بر اساس هوا و هوس است. امکان داره موقتی باشه. از یک دید بسیار تنگی فقط به این قضیه فکر کرده. میاد یه معیاری قرار میده و یکی را به عنوان الگوی خودش قرار میده. و یا احیانا خیلی وقتا هم الگو نامناسب هست و الگویی که چون معیار نامناسب هست الگوی نامناسب هم انتخاب میکنه دیگه. همونه که خداوند میفرماند که قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. غلو نکنید. خب غلو پس یک معیار باطلی است، نادرست است. و بعد ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. کسانی که گمراه شدند اونها رو الگوهای خودتون قرار ندید. هم معیار غلط هست و هم الگوها غلط هستند. اما وقتی که خداوند الگوی را برای ما انتخاب میکنند این دیگه بهترین الگوست و بهتر از آن وجود ندارد. وقتی فرمان که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شما الگوست، یعنی غیر از او بهتر از او وجود نداره و همانند او وجود نداره، که داره ما را امر میکند به این که او را به عنوان الگوی خودمون، اسوه خودمون قرار بدیم، به او اقتدا کنیم، ببینیم چه کار کرده، چطوری دعوت داده، چگونه بنده خدا بوده، چگونه رفتاری داشتن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه زیباترین الگو برای شما در رسول الله هست. شرط ایمان و آخرت، کسی که ایمان به الله داره، ایمان به آخرت داره، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای او بهترین الگوست. ولی کسی که ایمان نداره هیچ پیامبر الگوش نمیشه. و بعد بدونیم که هر اندازه ایمان ما به الله قوی تر باشه، ایمانمون به آخرت قوی تر باشه، در این قضیه هم قوی تر خواهیم بود که پیامبر را بهترین الگوی خودمون بدونیم.